منابع رسانه‌ای از کابل، پایتخت افغانستان، از آغاز تلاش سنی‌های تندروی طالبان برای آغاز محاکمه غیابی خبرنگاران خبر دادند. در همین راستا وزیر اطلاع رسانی طالبان ضمن اعلام جمع‌آوری مستندات و آماده کردن پرونده برای آغاز محاکمه غیابی خبرنگاران افغانستان که بیشترشان به خارج این کشور پناه برده اند خبر داد. در واکنش به این اقدام، جمعی از خبرنگاران این کشور ضمن انتقاد از این اقدام اعلام کردند که طالبان با تکیه بر فقه مذهب حنفی به مبارزه با خبرنگاران می‌پردازد و برای آنان پرونده سازی می‌کند. گفتنی است از زمان روی کار آمدن سنی‌های تندروی طالبان تا به امروز هزاران خبرنگار و روزنامه‌نگار افغانستانی از کار بیکار شده و بسیاری از آنها از ترس جانشان به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان و یا دیگر کشورهای جهان مهاجرت کردند. بسیاری از خبرنگارانی هم که همچنان داخل افغانستان مانده و مجبور به ادامه همکاری با طالبان شده اند، ناگزیر به سیاست‌ها و اقدام‌های طالبان تن دادند. محمد الهام، فعال رسانه، از میلان ایتالیا با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. سلام آقای حسینی، سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان عزیز شما. آقای الهام، شنیده شده که طالبان قصد داره محاکمه غیابی خبرنگاران افغانستان را آغاز کنه. لطفاً جزئیات بیشتری از این تلاش طالبان رو در اختیار ما قرار بدید. بفرمایید. سلامت باشین. چیزی که ما هم شنیدیم و از دیروز به این طرف با واکنش های هم برای مواجه شده، اظهارات یک مقام وزارت اطلاعات فرهنگ این گروه بوده، گویا شماری از رسانه هایی که خلاف این گروه و یا در حقیقت گزارشات انتقاد آمیز را علیه گروه طالبان در یک سال و نیم پسین به نشر رسانده بودند، گویا بعد از هشدارهای ناد توجه نکردند و این بار گروه طالبان این رسانه ها را، لیست از این رسانه ها را به دادگاه ارجاع داده. شماری هم ممکن خبرنگاران باشه، اما تا هنوز کدام لیستی از این رسانه ها منتشر نشده. حقیقت امری است که گروه طالبان انتقاد پذیر نیستند و هر کس یا رسانه‌ای که علیه اقدامات از اونا فعالیت بکنه و گزارشات انتقاد آمیز را به نشر برسونه مانعی از اون میشه. بحث محاکمه و پرونده سازی خبرنگاران و رسانه های منتقد نیست، متاسفانه جز محاکمات صحرایی و بدون تامین عدالت است که ما همه روزه شاهد آن در بس و نقاط افغانستان هستیم. اما در این میان نگرانی اصلی جامعه خبرنگاری و در کل فعالان رسانه ای افغانستان همانا از کشورهای حامی دموکراسی است. ما شاهد هستیم که هم هفتوار و یا در صورت ده روز در ده روز ما از 40 تا 100 میلیون دلار را مشاهده هستیم که به گروه طالبان ارسال می شود. متاسفانه از این پول ها بر علیه منع آزادی بیان، بر علیه سانسور، بر علیه آزادی مطبوعات در تمام عرصه ها استفاده می شود. یک به قول معروف در افغانستان ما داریم که حسابم خودشان است و کارت هم از خودشان است. این مردم افغانستان هستند که چپ و راست بریده میشن. بله، تأثیر این اقدام طالبان رو بر آینده فعالیت خبرنگاران در افغانستان رو چه میدونید؟ بفرمایید. بدون شک این اقدامات گروه طالبان همانند اقدامات اخیرشان بی تأثیر نخواهد بود. از جمله میتونیم خفه شدن است به کلی صدای آزادی بیان، بدون اینکه آزادی بیان به گونه نیمبند وجود داره، اما این بار شاید به گونه کامل بند شود. پوشیده ماندن همه جنایات و فجایعی که گروه طالبان در بدون دسترسی خبرنگاران و رسانه ها انجام میده، چنانچه در گذشته ما شاهد قتل، شکنجه و کوجه اجباری هزارها و تاجک ها در اکثر نقاط افغانستان بودیم که متاسفانه صدها نفر کشته و شکنجه و هزاران فامیل بی خانمان شدند، و ما در آینده شاهد از این خواهد بودیم که هر گونه فجایعی و اتفاقات به دور از دسترس خبرنگاران و به دور از دید خبرنگاران
شاید صورت بگیره و این تاثیرات بسیار ناگوارش است در قسمت حضور زنان و در قسمت حضور زنان خبرنگار. ما شاهد کمرنگ شدن حضور خبرنگاران در گذشته بودیم و بهانه های حجاب، اما این بار شاید هیچ خانم هیچ زنی در افغانستان خبرنگار نخواهد بود و یا موانع بسیار در پیش روی از اونا قرار خواهد گرفت. و خواست ما بیشتر تاکید پیشترم داشتم از جامعه جهانی است که ما نباید 20 سال در افغانستان هزینه های میلیاردی کردیم. امروز افغانستان، مردم افغانستان، جامعه خبرنگاری و در کل مردم افغانستان اوضاعی بسیار خفقانه را تجربه می کند. جامعه جهانی نباید نظارگر اوضاعی خفقان مردم افغانستان باشد، باید مانع خودسری های طالبان گردد. امروز پرونده سازی علیه رسانه ها و علیه خبرنگارانی که گزارشات انتقاد آمیز را و گویا اقدامات بدون ارزش های اسلامی و انسانی گروه طالبان را به نشر می رساند، امروز اگر علیه آنان پرونده سازی و دادگاهی شوند، هیچ کسی جرأت از این را نخواهد کرد که اگر هر گونه فجایعی را گروه طالبان انجام بده او را بازتاب بکند. متاسفانه تأثیرات بسیار ناگوار خواهد داشت و جمله ما آزادی منبند رسانه‌ای را که در حال حاضر در افغانستان داریم و گویا حتی شبکه های اجتماعی شاید تأثیرات بسیار بدی در پی خواهد داشت. بله، با تشکر از آقای محمد الهام که از ایتالیا با ما همراه بودند.